بر همین اساس این کاری که شما کردید و آقای بختیاری نجات کردن قرآن ترجمه فارسی در اختیار مردم قرار بگیره به ما نشون میده. ما یکی از اشکالات تاریخی ما اینه که یه دینی رو آوردن توی سرزمین ما در پی هجوم تازیان که اصلی ترین مسئله که میگن کتابش قرآنه که سالها پس از وفات پیامبر اسلام و در هنگامه سومین خلیفه ایشون جمع‌آوری شده، یعنی حتی گردآوری هم در زمان خود پیامبر اسلام نشده و حتی به قول فرانسوی میگه ورسیون های مختلفی هم بوده. یعنی حالا بگذاریم که گویش های مختلفی بوده، نگارش های مختلفی هم بوده. یعنی همه ما میدونیم که وقتی امام علی بر شتر قرآنش رو میاره پیش عثمان، عثمان قرآن امام علی رو نمیپذیره، میگه برو خونت، میره یا زید بن ثابت یا دیگران، قرآنی که ایشون میپذیره همون قرآنی که تو خونه دخترش بوده. بر همین اساس پیامبر اسلام این کتاب در هنگامی خودشون هم جمع‌آوری نشده. بعد البته جناب فاضلی در تو تاریخ بازی‌های رقمی گفتن که یکی از علمای مصر این مسئله رو چند سال پیش مطرح کرد. من می‌خوام بگم که این وارد بازی‌های علمی و عددی و اینا که بشیم، هر پدیده‌ای رو ما می‌تونیم تحلیل کنیم. بعد من و شما که چون اطلاعات نداریم می‌پذیریم. مثل که مثلا من یک نکته دیگه که خیلی مهمه خدمت شما عرض بکنم، در قرآن می‌دونید که یک آیه‌ای هست که میگه پیامبر اسلام، ما می‌دونیم که میگن که تو رو یک ایرانی یاد میده یه قرآن، ولی تو جواب اینا رو بده، بگو که بابا این قرآن عربی فصیحه، اون بابا که عربی عرب نیست، نمیگه عربی. من اینو یادمه که با آیت الله جوادی آملی از شخصیت های بزرگ جمهوری اسلامی، با آقای شیخ علی تهرانی، چون اینها موقع قول بودن، این افرادی مثل آقای خامنه‌ای اینا موقعی که جوان بودن رفتن جوجه بودن. من با اینا این قضیه رو اون سالها حتی پیش از انقلاب بحث می‌کردم و همین پاسخ به من میدادن. منم چون بچه بودم دیگه، جوان 17 18 ساله، میگفتم راست میگه که زبانش عربی بوده. بعدن که خودم دو سه تا زبان یاد گرفتم، دیدم آقا من به راحتی هر چیزی رو میتونم از عربی ترجمه کنم به فارسی، از فارسی به اون، از فرانسوی بون. بعد اونجا دیدم که این دلیلی رو که به ما دادن در تو اصلا دلیلش بچگانه و نادرسته. وقتی که میگن که این قرآن عربی، سلمان فارسی ایرانیه، خب خیلی طبیعی است که سلمان فارسی میتونسته عربی رو بلد باشه و چون عربی رو بلد بوده خب سالهای سال ترجمه میکرده به عربی خسروانی ها رو میداده. و بعد تازه این رسا فاضلی، این هدیه امروز باشه برای بینندگان تلویزیون آزادی، این نکته خیلی مهم، بعضی وقت وقتی گیرم میکرده سلمان فارسی و نمیتونست یه واژه‌ای بسازه پیدا بکنه عربی که از ایرانی بوده، همون واژه ایرانی رو میگفته. از جمله شما برام فرمودید مسئله خود آیه، بله. یا مثلا ابریق رو ما میگفتیم آبریز، بله. چون اگه واقعا یه سری مسئله دیگه، اگه خدا کنز یا گنج ما بوده، مثلا اگه خدا این کارو کرده، آقا خدا که مثل من نیست که من الان دارم فرانسه که حرف میزنم اکسان فرانسوی انو نگرفتم، یعنی بعضی از کلمات رو به فرانسوی اونطور که باید نمیتونم بگم، چون از بچگی اونجا نبودم که غ اینا ر رو میگن غ یاد بگیرم. خب این پیداست که وقتی گنج رو میگه کنز، یعنی زبان این فرد نمیتونه گ رو بگه، زبان این فرد نمیتونه بگه ابریز، میگه ابریق، به دلیل اینکه در زبان پارسی همونطور که میدونید مهربانیار آقای رضا فاضلی 4 تا ما حرف داریم که عربا ندارن و تلفظی 4 تا حرف برای اینا دشواره، پ ژ گ و چ، این 4 تا اینا ندارن که بگن و برایشون اصلا دشواره. مثلا مصری ها وقتی میخوان بگن پلیز میگن بلیز، بله ملازم بیبسی بیبسی. حالا اونجا واقعا اگر خدا بوده که خدا دیگه لازم، خدا زود میتونه ترجمه کنه، خصوصا که زبان عربی از فصیح ترین زبان های دنیاست، یعنی شما برای تک تک چیزهایی که تو جهان اون موقع بوده کلمه دارید. انگلیسی ساده ترین زبانه ولی عربی گسترده ترین و فصیح ترین زبانه که شما برای هر چی بخواید داره، ولی میبینیم میاد و واژه های پارسی داره توش، واژه های عبری داره توش، واژه های داره حبشی را کجا گرفته؟ از بلال حبشی، از صهیب واژه های رومی رو گرفته، چون پیامبر اسلام مهربانیار آقای رضا فاضلی 4 تا مشاور جهانی با خودش داشته. این 4 تا مشاور جهانی هم فکر نکنیم میگن بلال حبشی سیاسوخته بوده، نه آقا، بلال حبشی فرمانده سپاه حبشه بوده، یه شخصیت بزرگی بوده، عالم و دانشمند و فهمیده بوده، برای همینه که پیامبر اسلام پستی که میده بزرگترین پست رو میده به این مؤذن. مؤذنی اون موقع سخنگوی دولت میشه،
یعنی به عنوان سخنگوی دولت ایشون انتخاب میکنه. یه آدم برده عادی نبوده. بعد ایشون هم مثلا کلمه طاغوت ارمغان بلال حبشی است. بر همین اساس این چهار تا بلال از حبشه، صهیب از روم، سلمان پارسی از ایران و اندیشه کهن ایرانی که اولین هم اصلا سلمانه، اولین کس سلمانه، چون همونطور مثل میترا که از کوه میاد پایین، راندووها و قرارهایی که پیامبر اسلام با سلمان داره در کوه بوده. بل. و حمزه هم بایی که فامیل پیامبر بوده، ولی ایشون هم چون بلوان سفیر تازیان بوده که به این ور اون ور میرفته، یش چهره جهانی داشته در زمان خودش در اون روستاهای مکه و یثرب. این چهار نفر از مشاوران اول ایشون هستن که نقش مهمی دارن و ما آثار تفکر اونها رو در اینجا میبینیم. در قرآن آیه مهربان یار آیه رضا فاضلی همین هم بگم و در رابطه با قرآن رو ببستید که بپرزیم. در قرآن مهربان یار خود مفسرین قرآن، خود مورخین قرآن نوشتن، از ما نیست، میگن که بارها شده که جبرئیل که وحی نازل میکرده اومده، پیامبر اسلام مشغول بوده، سرش گرم بوده، اومده داده به آقای فاضلی. بعد بر همین اساسه که در قرآن آیاتی هست که میگن اینها برای اولین بار از زبان مردم شنیده شده، ابوبکر، عمر، امام علی شنیده شده. مثلا فتبارک الله احسن الخالقین، این مالشون نیست. یا مثلا وقتی در سوره نساء فرمان حجاب میده، اصلا فرمان حجاب خودش واسه این مسئله مقطعیه. موقعی که عمر میاد و خونه پیامبر اسلام میبینه این عربا نشستن، خیلی عذر میخوام، با زنای پیامبر اسلام دارن شوخی میکنن. خب اون موقع اینا با هم خانواده بودن دیگه. عمر ناراحت میشیم که آقا تو رئیس این حزب سیاسی بزرگ هستی و اینا هم زندری، اینا زشته بیان با خانمای شما ما بشینن اینجا هزلگویی بکنن، جوک بگن و غیره و غیره. اونجاست که میاد میگه که زنان پیامبر، اول میگه زنان پیامبر، بعدن مؤمنین بهش اضافه میشه، میگه که شما جلابه بپوشید وقتی میخوان حرف بزنین، از پشت پرده با مردم سخن بگین. چون اینا میمدن باز مینشستن با اعراب سخن میگفتن و حسودیش میشه دیگه، اول عمر و بعدم رو پیامبر اسلام تاثیر. یعنی حتی بسیاری از آیات قرآن همونطور که عایشه میگه، عایشه در کتاب خاطرات خودش که می‌نویسه میگه که خیلی از این موارد شخصی بود بین من و پیامبر اسلام یا بین بانوان دیگه پیامبر اسلام، که اینا همه در قرآن میشه. و من فکر میکنم بر همین اساس بوده است که پیامبر اسلام خودشون نمیان قرآن رو جمع آوری کنن، اصلا این کار نمیکنن. چون مثل من، شما در نظر بگیرید الان میخوام من مجموعه اسلام بازبینی بکنم، مثل هر کسی دیگه یه چیزی که 20 سال پیش گفتم امکان داره چیزاشو میخوام عوض کنم. اصلا هم دیروز امکان داره من خبری داده باشم ببینم بر یه جور دیگه شده، حالا چه برسه پیامبر اسلام که خب موارد داشته. بر همین اساس قرآن رو به فارسی خوندن به ما این کمک رو میکنه که بفهمیم جریان چیه، چون بعضی وقتا صحبت که میکنه معلومه داره با زنش صحبت میکنه با اون دیگه، بعد ریشه یابی میکنه.